پاسخ والی بلخ به قیصری. به نام خداوند بخشنده مهربان، برای آگاهی از اخبار جدید روز چینل ون سمارت را سابسکرایب نمایید. دکتر فهیم توخی. دکتر فهیم توخی یک لینک از ویدیو را در صفحه فیسبوک خود شیر نموده است که والی برخ می گوید. فرمانده قیصری با میثاق ملی، میثاق امنیتی همراه ما موافقت نموده است و اگر او کدام کار خلاف قانونی انجام دهد باز معلوم می شود که زور ما به او می رسد یا نه ما بگیل هستیم یا او. این در حال است که کابینه دولت افغانستان فردا دوشنبه ششم دل درباره پیشنویس سوم بودجه سال مالی 14 تصمیم میگیرد و پس از آن این سند را برای بار سوم به مجلس نمایندگان میفرستد. به گزارش رادیو دری، مجلس نمایندگان افغانستان پیشنویس این نخست و دوم بودجه سال مالی 14 را به دلیل آنچه که نامتوازن خواندند رد کردند. شماری از نمایندگان افغانستان اظهار داشتند هرگاه در 19 مورد مشکلاتی که آنان در سند بودجه 14 مشخص کردند اصلاحات نیاید برای بار سوم سند بودجه را رد خواهند کرد. گل احمد کمین یکی از این نمایندگان مجلس افغانستان گفت پارلمان می کشد که یک بودجه ملی مردمی داشته باشد که در آن توسعه متوازن در نظر گرفته شده باشد. اعضای مجلس افغانستان اظهار داشتند حکومت تلاش می کند با پرداخت نکردن تنخواه‌های هزاران کارمند دولت و نیز برکناری وابستگان اعضای مجلس از شماری از نهادهای حکومتی برای تایید بودجه بالای مجلس فشار آورد که این کار پذیرفتنی نیست و مخالف قوانین نافذه کشور می باشد. هرچند حکومت افغانستان درباره این اتهام ها چیزی نگفته، اما پیش از این مشاور روابط عمومی رئیس جمهور دلایل رد بودجه را از سوی مجلس نادرست گفته بود. وزارت مالی افغانستان نیز ابراز داشت بر بنیاد قانون در پرداخت تنخواه‌های ماه جدید کارمندان دولت کدام مشکل ندارد. تشکر از این که با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.